خمینی 4 روز بعد از ورود به تهران بازرگان را در 16 بهمن 57 به عنوان نخست وزیر دولت موقت معرفی کرد و مهمترین کار این دولت را انتخابات مجلس مؤسسان شمرد. ما به واسطه اتکای به این آراء عمومی که شما الان می‌بینید و دیدید تا کنون که آراء عمومی با ماست و ما را به عنوان وکالت بفرمایید یا به عنوان رهبری همه قبول دارند، از این جهت ما یک دولتی را معرفی می‌کنیم، رئیس دولتی را معرفی می‌کنیم، موقتاً دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشفتگی‌ها خاتمه بدهد و هم یک مسئله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را تشکیل درست کند و مقدمات او را درست کند و مجلس مؤسسان تأسیس بشد و همینطور مجلس انتخابات هم درست بشد. لذا ما دولت موقت را تعیین کردیم و از خدای تبارک و تعالی میخوام که توفیق بدهد به آقای مهندس بازرگان که این ماموریت را به وجه احسن انجام بدهد. روز بعد متن مکتوب حکم نخست وزیری بازرگان هم منتشر شد. در این حکم که به تاریخ 6 ربیع الاول سال 1399 هجری قمری 15 بهمن 57، یعنی در 3 روز ورود خمینی به تهران نوشته شده است، خمینی خطاب به بازرگان که او را مأمور تشکیل دولت موقت کرده است میگوید: ترتیب اداری امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید. بنابراین علاوه بر اداره امور جاری کشور، دولت موقت 3 وظیفه دارد: 1. انجام رفراندوم درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی، 2. تشکیل مجلس مؤسسان جهت تصویب قانون اساسی، 3. انتخاب مجلس نمایندگان ملت. می‌بینید که 1 هفته قبل از سقوط رژیم شاه در 22 بهمن هم رفراندوم و هم جمهوری اسلامی از پیش تعیین تکلیف شده بود. به مجرد اینکه این نظام به هم بخورد، جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام. 2 هفته بعد از 22 بهمن هم خمینی در روز 9 اسفند اعلام کرد: آنچه این جانب به آن رأی می دهم جمهوری اسلامی است، نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم. روز بعد پس از رسیدن به قم بلادرنگ گفت: آنها که در نوشتجاتشان از جمهوری دم می زنند، جمهوری فقط یعنی اسلام نه. آنهایی که جمهوری دموکراتیک میگویند یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی نه. آنها میخواهند باز همان مصائب را با فرم دیگه برای ما به بار بیاورند.
اونها که در نوشتجاتشون از جمهوری دم میزنند، جمهوری فقط یعنی اسلام نه، اونهایی که جمهوری دموکراتیک میگویند یعنی جمهوری غربی، جمهوری اسلامی نه، اونها میخواهند باز همون مصائب را با فرم دیگر برای ما به بار بیاورند. یک روز قبل از میتینگ بزرگ مجاهدین در خزانه در 4 خرداد 58، خمینی باز هم شخصا به صحنه آمد و برای نفی دموکراسی و دموکراتیسم و برای آبندی کردن اسلام دموکراتیک و جمهوری دموکراتیک اسلامی که حرف مجاهدین بود و بازرگان هم از آن حمایت کرده بود گفت: هر کس جمهوری را بخواهد دشمن ماست، برای اینکه دشمن اسلام است. هر کس پهلوی جمهوری اسلامی دموکراتیک بگذارد این دشمن ماست، هر کس جمهوری دموکراتیک بگوید او دشمن ماست، برای اینکه معلوم است اسلام را نمیخواهد، ما اسلام را میخواهیم. پنج روز بعد از آنکه در 9 اسفند 57 خمینی جمهوری اسلامیش را با حکم نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر اعلام کرد، بیش از 1,000,000 نفر از مردم تهران در 14 اسفند به مزار مصدق شتافتند. پدر طالقانی که نخستین سخنران بود با بیاناتی بسیار رسا و شیوا از مصدق به عنوان مرد ملت و مرد نهضت تجلیل کرد و اینکه چگونه مانند حضرت موسی در دربار یا پیرامون دربار قاجار بزرگ شد اما تحول پیدا کرد و مرد ملت شد، مانند پزشکی ماهر بر روی نقطه درد انگشت گذاشت که همان نفت و ملی کردن آن بود. نام او برای دشمنان ملت وحشت انگیز بود. در مقابل ملت مثل خاک خضوع می کرد، اما در مقابل استعمار قوی انگلیس که سیطره‌اش تمام دنیا را گرفته بود مثل شیر می قرید. پدر طالقانی همچنین خاطره ای از یک دیدار خصوصی خودش با کاشانی را نقل کرد و گفت: روزی که گفتگو بود در بین مردم که کاشانی از زاهدی حمایت می کند و توطئه ای در کار است، پنهانی رفتم منزل ایشان. او در اتاقش تنها بود، بریده ای از خربوزه در دست داشت، به عنوان تعارف جلوی من گرفت. گفتم: حضرت آقای آیت الله دارند زیر پایت خربزه می‌گذارند، مواظب باش. گفت: اینطور نیست، من حواسم جمع است. پدر طالقانی سپس به تفصیل توضیح داد که چگونه شیطان و هوای نفس باعث جدا شدن کاشانی از مصدق گردید و این طبعاً برای دار و دسته خمینی بسیار گزنده بود. وقتی پس از پدر طالقانی نوبت به من رسید، از جانب مجاهدین در برابر 1,000,000 نفر از مردم تهران جواب جمهوری اسلامی مورد نظر خمینی را دادم و گفتم: تصویب آن در شکل رفراندوم پیش بینی شده از طرف دولت از پیش محرز است، اما